از زمان خروج نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا از افغانستان تا رسیدن سنیهای تندروی طالبان به کابل پایتخت این کشور و اشغال آن مدت زمان زیادی نگذشت تحولات این روزها در کشور جنگ زده افغانستان به قدری سریع پیش می روید که شاید بتوان گفت ارائه تحلیلی درست و دقیق از واقعیت امر سخت باشد اما آنچه که گفتن و اثباتش سخت نیست این است که با به قدرت رسیدن سنی تندروی طالبان یک بار دیگر کشور افغانستان به دوران تاریک و سیاه خود باز می گردد و مردم مظلوم این کشور به خصوص شیعیان روزهای سخت و فاجعه باری را در پیش خواهند داشت همکارم علی اکبری گزارش می دهد. اصر روز 15 آگوست 2021 نیروهای سنی تندرو طالبان که تا پیش از آن 60 درصد از استانهای افغانستان و خاک این کشور را در اختیار خود قرار داده بودند به کابل پای تخت افغانستان رسیده و نیروهایشان فورا در نقاط مختلف شهر مستقر شده و پرچم خود را برافراشتند. مدت زمان کمی قبل از رسیدن طالبان به کابل اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هواپیمای اختصاصی کشورش را ترک کرد چند ساعت بعد هم اعلام شد ساختمان صدا و سیمای افغانستان به دست نیروهای طالبان افتاده شبکه خبری الجزیره نیز با انتشار گزارشی از چگونگی سقوط کابل و تصرف کاخ ریاست جمهوری افغانستان از سوی طالبان و اعلام قریب الوقوع امارت اسلامی افغانستان توسط این جنبش گفت. خبرنگار الجزیره از کاخ ریاست جمهوری افغانستان گزارش داد. جنگجویان طالبان عصر یک شنبه ساعتی پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور این کشور کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند. شماری از رهبران طالبان لحظاتی را به گشت زنی در کاخ ریاست جمهوری پرداختند و یکی از افراد طالبان آیاتی از قرآن را از داخل دفتر کاری که پیشتر رئیس جمهوری افغانستان میهمانانش را در آن به حضور میپذیرفت قرائت کرد در کاخ ریاست جمهوری از هواداران اشرف غنی کسی جز محافظ شخصی وی که برای تحویل دادن کاخ به نیروهای طالبان به آنجا آمده بود باقی نمانده بود هرچند برخی از مقامهای طالبان بعد از اشغال کابل در اظهار نظرهای مختلفی مدعی شدند که زندگی مردم به خطر نخواهد افتاد و نیروهای طالبان از سفارت خانه های خارجی موجود در افغانستان محافظت خواهند کرد و نیز دختران اجازه تحصیل خواهند داشت و زنان بدون همراهی همسر یا محرم خود اجازه خروج از منزل را خواهند داشت اما کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان معتقدند سنی های تندرو طالبان دیر یا زود چهره واقعی و افراطی خود را نمایان می کنند و حالا روز ملت مظلوم افغانستان به خصوص شیعیان تیره و تار خواهد شد